میلاد نور رو بر شما تک عزیزانی که نور این جمعی هستیم، این خاندگی ماست، مبارک باد میگم. میلاد عشق و محبت و عیسی رو بر شما پیروان عزیز عیسی مسیح خداوند تقیید و مبارک باد میگم. باشید امروز همون قدوس عیسی مسیح خدایی که دسمست و کلامش امروز در بین ما یافت بشه، نه تنها یافت بشه بلکه سفر کنیم به عمق‌های درون ما، قلب ما، تا اون آخر قلب ما رو پر از صفا، پر از شادی، پر از سلامتی و امید بکنیم. آمین داره یا نه؟ آمین. هر سال که میلاد عیسی مسیح میرسه فقط اینجا بیشتر به این قسمت پی میبرم و باورم خیلی زیادتر میشه که هیچ کتابی در کتاب مقدس مثل انجیل لوقا نمیتونه ما رو وارد فضای متعال و مقدس کریسمس بکنه. هیچ انجیلی. لوقا یک پرستنده بود، یک پرستنده خوش، و وقتی که نگاه میکنه تو انجیل رو به خصوص باب یک دو بابای 15 می‌بینی خوشی، شادی، سرودخوانی در تمامی این آیات موج می‌زنه. همطور انجیل ادیبانه لوقا به انجیل سرودخوانی معروفه از سال‌های مدیدیه که سرودهایی که این نویسنده سروده به رشته تحریر در آورده و اون زمانی تصویری بسیار زیباش. سال هاست در کلیساها، فضای کلیساها رو آکنده از صفا و شادی کرده. تنین خوشاهنگ این سرودها یه جور امید و سلامتی در فضای کلیسا جاری کرده و همجور در دل مؤمنینش، عزیزان، مؤمنین عیسی مسیح یه نوع سرسپردگی، تسلیم و پرستشی در روح و راستی رو بیدار کرده. وقتی انجیل لوقا رو میخونیم همه سروده هاش، همه بخش هایی که راجب بشارت داده، راجب تولد عیسی مسیح عالیه، با من منحصر به فرده، ولی احتمالا هیچ قسمتی از انجیل لوقا مهیج‌تر و پرپیام‌تر و کاربردی‌تر برای حتی زندگی امروز ما نیست. لوقا یک شب استثنایی رو داره به اون زمان زیبای ادیبانش رو تصویر میکشه. بعضی ها محققی میگن شاید لوقا نقاش بوده، چون وقتی نوشته هاشو میخونی تصویر میاد تو ذهن. و اینطور لوقا نوشته که در یک شب سرد ظلمانی چوپانانی بودن که در ناحیه نزدیک بیت‌لحم کنار گوسفندهای خودشون مثل همیشه خوابیده بودن و سکوتی فرسایش دهنده مثل همیشه بر اون صحرا و بر اون دشتا حکومت میکرد، حکم فرما بود. اونا هر شب کنار گوسفندها میخوابیدن چون گوسفندها امانت بود که مبادا دزدیده نشن. همینطور در خواب و بیداری بودن که یک صدای ناآشنا در اون تاریکی، در اون سکوت به گوش چوپانان میرسه که تمام اون فضای سنگین رو اینو فرو میرسه. و فقط میخوام مجسم کنم که در اون لحظه اون چوپانان هیچ صدایی شاید سالها در اون بیابانها نشنیده بودن، چطور صدای ناآشنا اونا رو به وحشت باز بود، به وحشت می‌داره. در حالی که می‌نرسیدن و وحشت کرده بودن، یک صدای خوشتنی، یک صدای خیلی پرمه تمام فضای تاریک پر از وحشت رو در بر می‌گیره. انجیل لوقا در باب 2 آیه 10 و 11 اینطور میگه: فرشته به ایشان گفت ما ترسید، زیرا نه بشارت خوشی عظیم به شما میدهم که برای جمعی قوم خواهد بود که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند هست متولد خواهد شد. وقتی به تاریخ قوم اسرائیل نگاه می‌کنیم، از قوم خدا در زمان‌های
که از جلال و ابهت و شکوه و پادشاهی داوود هیچ چیزی بر جا نمونده بود. 400 سال بود که از آسمان هیچ ندایی در نمی آمد و اینکه قوم قدر تسلی پیدا کنه، هیچ نبوتی به قوم داده نمی شد، هیچ نوری از آسمان منشعب نمی شد، حتی کرسویی که یک کمی امید رو در دل قوم اسرائیل بیدار کنه. اما حالا بعد از انتظارهای بسیار، اعلان بشارت عظیم تولد یک منجی، یک نجات دهنده، عیسی خداوند که نجات دهنده عالم بشریت، تمامی اون سنگینی و سکوت فرسایش دهنده نه تنها صحرا و بیابانها رو بلکه دل قوم اسرائیل رو فرو می‌ریزه. اما موردی که در این شب استثنایی خیلی مهیج بود، در وهله اول بشارت خوش تولد یک ناجی، ولی در دومی وهله از مخاطبین این خبر خوش بودن. خیلی عجیبه نیست؟ چرا چوپانان؟ چرا این افراد که بی‌نام‌ونشان بودن باید اولین افرادی باشن که خبر چنین تحول عظیم رو داشتن در تمامی جهان میشنیدن؟ چرا عزیزم؟ چرا این همچه اشخاصی که هیچ وجهه اجتماعی نداشتن باید اولین کسانی باشن که این نوزاد مقدس، این طفلی که در قنداق پیچیده شده، این نوزاد قرار منجی عالم بشریت بشه، دعوت شدن که برن این نوزاد رو ببینن؟ این افراد چه کسایی بودن؟ پیشینه این افراد چی بود؟ وقتی به تاریخ نگاه میکنیم عزیزان، آنها پسترین و پایین‌ترین طبقه اجتماعی بودن. چوپانان مطرود و رانده شده جامعه بودن، افرادی که بیشتر با حیوانات زندگی میکردن تا با انسانها. برای همین همیشه بوی بد عرق و بوی استر از اونا به مشام میرسید. اونا فاقد ابتدایی ترین رفتارهای اجتماعی بودن. برای همین ناگهان الفاظ بد و رکیکی از دهان اونا بیرون میامن. اونا هیچ وقت مورد تصدیق یهودیان نبودن. اونا در واقع نجس و ناپاک حساب میشدن به خاطر دایره کوچیک بسیار روابطی که داشتن. نمیتونستن با افراد زیادی مراوده داشته باشن، همیشه در انزوا و تنهایی به سر میبردن و همینطور به خاطر اینکه گوسفندان رو در مرتهای سبز ببرن دائما باید از این ور به اون ور جابجا میشدن. برای همین همیشه مورد سوء زن بودن. اگه چه وسیله گم میشد، دزدی میشد، اونا مورد اتهام واقع میشدن و همینطور شهادت اونا در دادگاه هیچ ارزشی نداشت، چون که هیچ کس به اونا اعتماد نداشت. به خاطر تمامی این فاکتورهای منفی از آن برای ما و برای به خصوص قوم خدا خیلی طبیعی تر بود این خبر شگفت‌انگیز به مهمترین و معروفترین اقشار جامعه برسه، نیست؟ حداقل به اون رهبران مذهبی، به کاهنان، به شورای یهود، نیست که مخزن ذهنشون پر از نبوت‌های آمدن ماشیه موعود بود، باید به اونا میرسید. اما این افتخار شامل حال چوپانان ساده دل و بی‌آلایش شد. چقدر زیباست عزیزان، نیست؟ چقدر زیباست گزینش‌های رحمت خدا که تمامی قانونمندی و پیش‌فرض‌های ما انسان‌ها رو فرو می‌ریزه. جالبه که عیسی خداوندم اصلا دوست نداشت رو کشیش خطاب کنن، مدرس، شیخ، اسقف. خیلی دوست داشت رو چوپون، شبان بشناسن. گفت من شبان نیکو هستم، من جان خودم رو برای گوسفندان میدم. در انجیل یوحنا باب 10:11 و انجیل همون یوحنا آیه 16 میگه
من گوسفندای دیگه ای دارم که از این گله نیستم، هنوز نیومدن، ولی من منتظرشون هستم، اونا رو صدا میکنم، دنبالشون میگردم تا اونا بیان، ما همه با هم یک گله و یک شباب بشیم و اونا خوب صدای من میشنون، چون گوسفندای من هستم. آمین که امروز صدای اون رو بشنویم. و همینطور عیسی خداوند وقتی مردم رو بدون شبان، مثل گوسفندای بدون شبان میدید، چقدر دلش میسوخت. گفت چقدر خواستم که شما رو جمع کنم زیر پر و بالم، ولی شما رو نخواستید. او خودش رو حقیقتا شبان میدونست و افرادی که قرار بود نجات پیدا کنن مثل گوسفندان آواره و گمراه. نکته قابل توجه اینه که در اون زمان در آیین یهود و قوم اسرائیل، عزیزان، وقتی که قربانی صبحگاهی و قربانی شامگاهی می‌دادن، یعنی رسم بود که هر روز باید قربانی تقدیم خدا می‌کرد، هم قربانی صبحگاهی هم قربانی شامگاهی، نیست؟ برای همین هر خانواده اسرائیلی باید برای یک سالش تدارک گوسفند می‌دید، یعنی گوسفند پرورش می‌داد و اینکه هر روز دو بار این قربانی ها رو به معبد تقدیم کنه. فقط می‌خوام بدونیم این خدای عظیم الرعی، عجیب الحکمت، چه فکر زیبا و بی‌نظیری داره که این چوپانان رو انتخاب کرده. محققون میگن به طور 99% این چوپانان افرادی بودن که این گوسفندای قربانی رو که مال این افراد بودن داشتن پرورش میدادن و خداوند اینطور تصمیم گرفت و انتخاب کرد که به این چوپانان اطلاع بده که دیگه به قربانی صبحگاهی و شامگاهی احتیاجی نیست و خبر این خوش رو داد که اینک بره خدا که گناه تمامی جهان رو بر میدارد اینک در بیت لحم متولد شد. آمین. چقدر فکر زیبا و جالبی عزیزان، این بار هر قسمتش خدا من فکر کرده. خدا به دنبال قیصر و رهبران مذهبی نبود، بلکه یک شبانان ساده دل، فروتن. چقدر من عاشق این کلمه ساده دلی هم، چون هر روز کمتر در روابط ما و بین ما دیده میشه، نیست؟ هر روز که میتونیم پیچیدگی بیشتر میشه و چقدر زیباست ساده دلی و خداوند این افراد انتخاب کرد. ساده دلی با صداقت فرق داره. خیلی از ماها ممکنه صادق باشیم ولی ساده دل نباشیم. این چوپانه با ساده دلی سوال جواب نبود عزیزان، هیچ شک و شبهه‌ای نبود. اونا این بشارت و خوش رو شنیدن و با تمام جان و دلشون در اعماق وجودشون رو سوختن. اینقدر این بشارت خوش انجیل و تولد منجی در اعماق وجود اونا رو رفت، چون ساده دل بودن عزیزان. و این ساده دلی فروتنی و اطاعت رو میاره و اینو گله خودشون در تاریکی رها کردن، در اون سیاهی شب رفتن تا این نوزاد تازه متولد شده رو ملاقات کنن عزیزان. و این خبر خوش رو به منتظرین که سالها بود منتظر بودن برسونن. وقتی این آیات رو میخوندم گفتم حتما شاید انجیل ننوشته، ولی این تو ذهن من اومد کیو چه چیزی ممکنه این افراد رو اینقدر ساده دل، اینقدر مطیع، اینقدر فروتن بکنه. یکی از چیزهایی که من فکر میکنم به ذهنم اومد این بخشش عزیزان، بخشیدن افرادی که دائما ما رو زیر قضاوت می‌بردن به خاطر شغلشون، به خاطر موقعیت اجتماعیشون. اگه اونا در تلخی و رنجش به سر می‌بردن، هرگز چنین ملاقات شگفت‌انگیزی برای اونا انجام نمی‌شد. هرگز این افراد اولین افرادی نبودن که بزرگترین خبر تاریخ رو بردارن و اینطور به افراد برسونن، افرادی که سالها رومانی بودن و منتظر این خبر بودن.
اونا دل منتظران شاد کرد و این واقعی بسیار عزیزان تشویق کننده چقدر امروز میتونه برای من و تو که احتمالا خودتو در حاشیه شاید ببینی. کسایی هستن که شاید از نظر روحانی خودشون زیر سوال میبرن، فکر میکنن هیچ ثمری ندارن، از نظر روحانی رشد نکردن. شاید افرادی در بین ما هستن که فکر میکنن حتی از چشم خدا کوچیک هستن، دور افتادن و در چشم از ما بهترانم که اصلا به چشم نمیان. شاید احساسا تو تک تک ما باشه یا چند وقت دو یه عرضگاهی رو سوک کنه، اما امروز خدای کریسمس عزیزان، خدای کریسمس به تک تک شما ها میگه شما برای من خاص و منحصر به فرد هستیم. من خدای هستم که به رویت چشمام داوری نمی کنم و به سمع گوشهای خودم نمی شنوم، بلکه من خدای هستم که برای مظلومان، فروتنان و خم شدگان این جهان ایستادم و به راستی حکم می کنم. من این خدا هستم و این چقدر می تونه دل منتظران خدا من رو امروز پر از شادی بکنه. از آن دومی پیام شب استثنائی و خارق‌العاده نه تنها وعده اومدن یک ناجیه، که این پیام چند ماه پیش هم خدا من به یوسف داد از طریق تو خواب، متا باب 1:21 آیه 21 میگه او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی عزیزان. بیش از 200 نام و لقب داره عیسی مسیح خداوند، ولی عیسی منحصر به فرده. اسم عیسی عجیبه. عیسی یعنی نجات دهنده، یعنی یاشوا. نام او را عیسی خواهید نهاد زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. او آمد از آن در وهله اول قوم خود رو، امت خود رو از گناه‌های خودشون برهانه. تمامی قوم وقتی تاریخ قوم رو نگاه می‌کنی همیشه منتظر یه ناجی بودن که اونا رو از دست دشمنان برهانه. از اون اول تاریخ قوم اسرائیل که نگاه می‌کنی فقط منتظر یک نجات دهنده بودن. چقدر زیبا نهمیا باب 9:27 میگه، میگه تو قوم خود رو ای خداوند به صورت نبوتی تحویل دشمن میدی. اونا در سختی و رنج میفتن و نزد تو فریاد میزنن، نزد تو استغاثه میکنن و تو صدای قوم رو میشنوی، تو اونا رو اجابت میکنی و برای اونا نجات دهنده میفرستی که اونا رو از دست دشمنانشان برهانن. او آمد تا در وهله اول روح‌های ما رو نجات بدهد. از در تمامی عصر مردم امروز هم دنبال یک نجات دهنده هستن که از زیر سیطره‌های حکومت‌های ظالمانه و ظلم و ستم اونا رو برهانه. الان هم که مدت‌های مدیدی چه ناله‌ها و استغاثه‌های به آسمان میره، اما کلام خدا میگه عیسی متولد شد تا نجات دهنده روح‌های گم شده باشه. در وهله اول اون آمد تو گم شده رو بجونه. اصلا این واژه خیلی عمق داره، یعنی گم شده در این آیه یعنی حتی کسایی هستن که خودشون نمیدونن گم شدن و یه کسی باید بیاد اونا رو پیدا کنه، باید بیاد بگرده. عیسی اومد گم شده رو بجونه، پیدا کنه و اون رو نجات ببخشه. عیسی نجات دهنده ماست. امروز تو اگه عیسی مسیح نجات دهنده توست و نجات او رو هم میکنی، تو امروز قوم او هستی. میدونستی؟ تو امروز امت او هستی، چون عیسی نجات دهنده ماست. و شگفتی نجات دهندگی عیسی اینه که او فقط یک شروع تازه نمیده، ما تولد تازه نمیده، بگو برو زندگیت کار کن، حالا برو برای بهتر شدن زندگی تلاش کن. مثل مذهب الان نجات دادم دیگه، اعمال صالحه انجام بده،
صدقات انجام بده تا بلکه روزی خداوند تو رو مشمول مغفرت قرار بده. نه عزیزان، امروز عیسی نجات دهنده توست، نه فقط شروع تازه، بلکه او دائما ما رو نجات میده، پی در پی نجات دهنده فراوان ماست. از اون نجات فراوان عزیزان، نه فقط اون روزی که نجات پیدا میکنه، وقتی در رابطه های آشفته و پرتنش هستی، او نجات دهنده به توست. وقتی در اثر حوادث و خبرهای ناگهانی انرژی های عاطفی و احساسی تو خالی میشه، کم میاری، اون نجات دهنده توست. وقتی پر از ترس و استرابی، اون نجات دهنده توست. داوود میگه نور نجات من است، از که بترسم؟ وقتی ازدواجهای تو به تای خط رسیده، اون نجات دهنده توست. باور میکنی اصلا؟ وقتی در بیماری ها و ضعف های گوناگون گیر کردی، او ناجی توست، مددکار توست، نجات دهنده که در تنگی ها فوراً و فراوان یافت میشه. وقتی گیجی، درمانده، پر از ابهامی، سونامی هایی در زندگی تو اومده، از من فکر میکنم هیچ چیزی مثل ابهام مشکل ما را پادر نمیاره. یه موقع مشکل را میدونی از کجا اومده، و یه موقع نمیدونی چرا اتفاق تو زندگی تو افتاده و چقدر گیج میشی. اینجا عیسی مسیح نجات دهنده من و توست. اون خویشاوندیه که فدیه داده من و تو رو. او خویشاوند نجات دهنده من و توست که تغییر ناپذیره. محبتش سرد و بلر نمیشه. باور میکنی عزیزم؟ نمیدونم چقدر اینو باور کردی، چقدر امروز اینو باور میکنی. عیسی امروز صخره نجات من و توست، صخره نجات من و توست. داوود چرا زیبا میگه انتظار بسیار برای خدا من کشیدم تا به من مایل شد، من از چاه لجن گناه بالا کشید و پاهای من روی صخره محکم گذاشت. نه فقط توی صخره که گذاشت که نلغزه، بلکه سرودی تازه، یعنی حمد خدای ما رو بر دهان ما گذاشت. این خدای نجات دهنده ماست، عیسی، یشوع، نجات دهنده. نه یک بار، بلکه پی در پی دائما میتونیم از چشمه نجات او با ایمان آب بکشیم عزیزان، برای خشکی های زندگی خودمون. و امروز تو عزیزی که از طریق اینترنت و اینجا هستی داری این پیامو میشنوی، اگه تای قلبت مشتاق این نجات دهنده رو داشته باشی، بچشی، نه فقط در شنیدن، نه فقط در موعظه و تعلیم و وصیت، بلکه خودت بچشی و ببینی این خدای نجات دهنده چقدر نیکوه برای تو. امروز تو میتونی بزرگترین انتخاب زندگی تو بکنی. امروز که تو میشنوی، عزیزی که داری میشنوی از طریق یوتیوب، از طریق هر رسانه، امروز میخوام به تو بگم تو نمیتونی از کنار این نجات دهنده بی تفاوت عبور کنی. تو نمیتونی خونسا باشی، چون عیسی مسیح خداوند این ناجی در تمامی تقاطعهای زندگی تو ایستاده و تو رو داره دعوت میکنه برای اینکه وارد گله او بشی، وارد خونه بشی عزیزان، تا همه ما یه گله و یه شبان رو داشته باشیم. کلام خدا تو از رومیان باب 10 آیه 10، اگه امروز شنیدی، تویی که شنیدی، تویی که به گوشهای جانت شنیدی، میگه اگه شنیدی کلام خدا رو، امروز در دل خودت ایمان بیاری و به زبان خودت اعتراف کنی که عیسی مسیح نجات دهنده توست، از مردگان برخیزانده شده، هر آینه، هر آینه نجات خواهی یافت. دقیقا مثل چوپانان در اون شب استثنایی، از این با اون ساده دلی، با اون ساده دلی بشارت خوش ناجی رو شنیدن، درست شنیدن، در دل خودشون چکار کردن؟ ایمان رو بردن. و وقتی در دل خودشون ایمان رو بردن، به زبان اعتراف کردن، رفتن این بشارت خوش انجیل رو به دنیا دادن. و در آیه 20 چقدر زیبا، نمیدونم چقدر اینو چشیدیم، حتما کسایی که تولد تازه دارم، من با تمامی وجودم رو چشیدم وقتی شنیدم مثل اون چوب
آسمانان در اون صحرا برهوت مذهب زندگی خودم. وقتی در دل خودم باور کردم، وقتی همون روز رفتم اینو اعلام کردم، تمامی وجود من پر از پرستش و ستایش شد. میگه چوپانان با تمجید ستایش کنان برگشتن، آیه 20 میگه. و امروز انجیل بی نظیر و سرودخوان لوقا از ما رو دعوت میکنه مثل اون چوپانان ها، هر گره های فکری، هر پیچیدگیه در نام عیسی مسیح. یه موقع فقط ما میخوایم سوال کنیم، بذاریم مثل یک کودک باور کنیم. عزیزان، ملکوت آسمان از آن کودکان است، نه حتی موقع تولد تازه، بلکه در طول سفر روحانی. ملکوت و خصوصیت این ملکوت که شادی، آزادی و عدالت از آن کسایی که مثل کودک ساده دل هستن. بذاریم امروز در وسط آمونجی عالم بشریت بسرانیم عزیزان، و بذاریم ملودی های آسمانی جانهای ما رو، مخصوصا در این زمانهایی که غم خیلی رسوخ میکنه، ناامیدی خیلی رسوخ میکنه، پر از صفا، شادی، امید و ایمان میکنه. آماده هستیم عزیزان؟ چون انجیل کریسمس عزیزان فقط یک داستان نیست، فقط داستانی نیست که لوقا تعریف کرده، بلکه نقشه یک راهه، راهی که به ابدیت منتهی میشه. وقتی پاهای تو در راه و راستی و حیات قرار میگیره، انتهاش به ابدیته، یک ابدیتی بی پایان با پدر، پسر و روح القدس. میخوایم با هم بیستیم مثل چوپانان ساده دل این ملودی های آسمان در وسط این ناجی عزیزمون یاشوا، نجات دهنده عیسی. عیسی عزیزان، عیسی، فقط اسم عیسی که الوهیت رو هم میکنه. این اسم عیسی که سلامتی رو فرمان میده، ستایش سرسپردگی رو در دل مؤمنینش فرمان میده، پرستش رو فرمان میده. نام عزیز عیسی، عزیزان، که هر غم و اندوه و ناامیدی رو در این لحظه میتونه فرو بریزه. عیسی، یه موقع که گیر میکنید در مذبحهای دعاتون، در خلوتگاه احتیاج به کلمات پرتم طرف بگیم، فقط بگیم عیسی، 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 عیسی عزیز ما، این منجی عزیز ما که در هر لحظه این میتونه ما رو در هر وضعیتی بالا بکشه. با هم دیگه به سرایی خود من تشکر میکنی برای کلامتون. مرسی که چشمات به امروزم روی تک تک ما بازه و تو دنبال گمشدگان هستی که پیدا کنی، نجات بدی. ما که الان تو رو میشناسیم و عشق تو رو چشیدیم، قدرت نجات رو دریافت کردیم و فرزندان تو شدیم. خدا ما میخوایم الان هدیه های پرستش و شکرگزاری نزد تو بیاریم. خدا و تنها هدیه هایی است که ما میتونیم بکنیم. پرستش لبهای ماست و قلبهای ماست خداوند، چون تو لایق هستی خداوند، لایق پرستش هم هستی خداوند. هللویا خداوند. همزمان هم دعا میکنم روح القدس که کجا هستی، کسانی که خداوند هنوز تو رو نمیشناسن، روح القدس تو خودت با قلبهایشون صحبت کن و سمت عشق خودت بکش خداوند، که نه فقط تو رو عنوان یک پیغمبر بلکه عنوان منجی دریافت کنند.
روز که امروز تو رو اینجا آورده که با قلبت صحبت کنی. کسان هم که همیتو تو برای ما آباز شدن هنوز ایمان ندارین، این عشق خداست، این صدای خداست که تو رو آورده. روز که تنها درد تو گم شدی که تو رو میبینه.